حکم دادگاه آنتورپ در رسانه‌های جهان. دیپلمات رژیم ایران به خاطر توطئه بمب‌گذاری در فرانسه به 20 سال حبس محکوم شد. مریم رجوی که هدف توطئه بود، احکام دادگاه را یک پیروزی درخشان برای مردم و مقاومت ایران و یک شکست سیاسی و دیپلماتیک سنگین برای رژیم ایران توصیف کرد. والستری جورنال: دیپلمات رژیم ایران به 20 سال حبس به خاطر توطئه بمب‌گذاری در فرانسه که خونسا شد محکوم شد. اسدالله اسدی اولین دیپلمات رژیم ایران است که در اروپا به جرم تروریسم محکوم می شود. اسدی متهم بود که گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران یک گروه فراگیر اپوزیسیون را که نیروی اصلی آن سازمان مجاهدین خلق است هدف قرار داده بود. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت این محاکمه نشان دهنده طراحی گسترده رژیم ایران برای جاسوسی و ترور در اروپا است. رویترز: حکم محکومیت اسدالله اسدی در یک زمان حساس برای روابط غرب با رژیم ایران صادر شده است. اتحادیه اروپا میگوید نمیتواند چشم خود را بر نقض حقوق بشر یا تروریسم ببندد. Beefed up security outside an Antwerp court. فرانس 24: اقدامات امنیتی در بیرون از دادگاه شهر آنتورپ تشدید شده بود. دادگاهی که در داخل آن قضات اسدالله اسدی را به خاطر توطئه بمب‌گذاری مقصر شناخته و او را به 20 سال پشت میله‌های زندان محکوم کردند. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت از حکم دادگاه آنتورپ استقبال کرد. جورج هنری بوتیه وکیل شورای ملی مقاومت ایران گفت این نمونه ای از یک قضاوت طولانی و کامل بود. اسدالله اسدی که مدعی بود دارای مسئولیت دیپلماتیک است در برابر اعمال جنایتکارانه و تروریستی که مرتکب شده بود مسئولیت نداشت. دادستان ها استدلال کردند که این دیپلمات یک مأمور مخفی رژیم ایران بوده که در نظر داشت یک گروه ضد رژیم در فرانسه را در سال 2018 هدف قرار دهد. بی بی سی جهانی: یک دیپلمات رژیم ایران به جرم طراحی و توطئه بمب‌گذاری علیه اپوزیسیون در یک گردهمایی بزرگ در فرانسه به زندان محکوم شد. این توطئه علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس در سال 2018 متمرکز بوده است. دادگاه بلژیک اسدالله اسدی را به 20 سال زندان محکوم کرد. 3 نفر دیگر نیز به همراه این دیپلمات به زندان محکوم شدند. مریم رجوی که هدف این توطئه بوده، احکام دادگاه را یک پیروزی درخشان برای مردم و مقاومت ایران و یک شکست سیاسی و دیپلماتیک سنگین برای رژیم ایران توصیف کرد. ترزا ویلرز، وزیر ارشد سابق در دولت بریتانیا که در گردهمایی 2018 پاریس شرکت داشت، گفت این بمب‌گذاری می توانست کشتار هولناکی به همراه داشته باشد. سان چاپ انگلستان: دیپلمات رژیم ایران در توطئه و طراحی برای بمب‌گذاری مجرم شناخته شد. هدف اصلی این حمله تروریستی مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران بود. ترزا ویلیرز، وزیر ارشد سابق در دولت بریتانیا، بعد از اعلام حکم دادگاه بلژیک خواهان واکنش شدید دولت بریتانیا علیه رژیم ایران شد و گفت این رژیم خارج از مرزها و استانداردهای بشری و قابل قبول رفتاری و اخلاقی قرار دارد. 5 عضو پارلمان بریتانیا و هزاران نفر می توانستند در این بمب‌گذاری کشته شوند. محققان بلژیکی نتیجه گیری کردند فرمان انجام این توطئه بمب‌گذاری توسط بلندپایه‌ترین سطح در حاکمیت رژیم ایران صادر شده بود. اسدی عضو وزارت اطلاعات و وزارت خارجه رژیم ایران اولین دیپلماتی است که به دنبال 2 سال تحقیقات کارآگاهان بلژیکی به اتهام تروریسم محاکمه شده است.
نشنال امارات متحده عربی. افشا شدن توطئه تروریستی رژیم ایران در خاک اروپا روابط را در شرایطی متشنج کرد که توافقنامه هسته‌ای رژیم پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با فروپاشی مواجه شد. هدف بمب‌گذاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در 30 ژوئن 2018 بود. مریم رجوی که هدف آشکار توطئه تروریستی بود، خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های رژیم ایران در اروپا، اخراج عوامل آن و برچیده شدن شبکه جاسوسی آن شد. آسوشیتد پرس. دادگاه بلژیک روز پنجشنبه یک مقام رژیم ایران را به جرم طراحی و هدایت بمب‌گذاری علیه یک جریان اپوزیسیون ایران در فرانسه به 20 سال زندان محکوم کرد. دادگاه ادعای مسئولیت دیپلماتیک اسدی را رد کرد. دادستان‌های بلژیکی خواهان حداکثر حکم یعنی 20 سال زندان برای او شده بودند و او را متهم به تلاش برای کشتار تروریستی و شرکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی کردند. 3 متهم دیگر نیز محکوم به زندان شدند. أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة أنتورب شمال بلجيكا اليوم الخميس حكمها العربية. بعد از اینکه دادگاه بلژیک برای اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران حکم به 20 سال زندان داد، اپوزیسیون ایران کشورهای اتحادیه اروپا را به بستن سفارت‌های رژیم ایران که لانه‌های تروریسم قلمداد می‌شوند فراخواند. قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن إدانة مريم رجوي پرزیدنت منتخب مقاومت ایران در سخنرانی خود گفت محکومیت این دیپلمات و 3 مزدور اطلاعات رژیم ایران شکست سنگین سیاست و دیپلماسی رژیم تهران است.